سلام، من و دوستانمون فردا تلاش میکنیم که هر کدوم به نفع خودم عمل کنیم که بتونیم چند گل رو ایران بزنیم. بگیریم دیگه. والا صحبت من ببخشید، من دارم همزمان چیز میکنم. داشتم در مورد، یعنی من یه برگشت به عقب داشتم در مورد صحبتی که کرده بود، در مورد اون حرفش که گفته بود که من از تیم ملی ایران متنفرم و دوست دارم تیم ملی ازبکستان بیاد بالا، پرسیدم که در واقع جنگی رو آغاز کرده بود. من پرسیدم که شعار فیفا اینه که فوتبال یه رشته زیباه، چرا شما با اون حرفا در واقع جنگی رو آغاز کردین، یعنی فوتبال رو تبدیل کردین به یه جنگ؟ که اونم کاملا عقب نشینی کرد، گفت حرفای من بعد منعکس شده و فکر می‌کنم که این به خاطر واکنش سریع بود که هم کیروش به صحبت‌های چوی انجام داد و همین که رسانه‌های ایرانی خیلی روی این قضیه تمرکز کردن. فکر می‌کنم خودش اتفاق خوب بود که نشون میداد که حالا حداقل اگه این حرفو زده بشه خودش الان پشیمون شده. یعنی عذرخواهی کرد؟ تلویحاً عذرخواهی کرد، گفت من این حرفا رو نزدم، بعد منعکس شد. فکر می‌کنم خودش کافی باشه. مرسی. قربون شما، مخلص در خدمتتون. نه، گفت من این حرفا رو نزدم. مستر شوار از 411 من گرش اشاره میکنم، بیاین یه ذره شوخی هم بکنیم در این در امروز که یه ذره شادتر باشیم. من آماده بودم که یه پیراهن برای آقای چوی بیارم، ولی به خاطر اینکه آقای چوی گفتن 11 پیراهن بیارن دیگه نتونستم 11 پیراهن تهیه کنیم. خدمت شما عرض کنم که با توجه اینکه اینها تقریبا براشون مسجل شده که دارن میرن جام جهانی، اون استرس و فشاری که قبلا بود نیست. اما مطبوعاتشون دیروز اینا نوشته بودن که یه سری مشکلات دارن تو خط وسط و میخوان برنامه دارن که برای آقای نکونامو به اصطلاح مهارش بکنن. روزنامه‌های کره نوشتن. بعد خدمت شما عرض بکنم که امروز هم تو مصاحبه حالت این آقایی که صحبت میکرد، این مربیه، این بودش که اصلا پشیمون شده که این چنین حرفی رو زده و تلاش میکرد که اثرات منفی این حرفو کاهش بده. جملات انتهایی منم بسیار ساده و شفاف هستش. ما اینجا حضور داریم که صعودمون رو به جام جهانی جشن بگیریم. حضور ما اینجا نشان دهنده این نیست که ما می‌خوایم در مقابل کره بازی کنیم. ما اومدیم اینجا که با کره بازی کنیم و بتونیم با هم دیگه صعودمون رو به جام جهانی جشن بگیریم. در جنگ شما در مقابل حریف و رقیبتون بازی می‌کنید، ولی در مسابقات اینچنینی با حریفتون مسابقه می‌دین و ما همچین انگیزه برای رویه داریم. یکی از نکات مهم محوری کنفرانس خبری سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی این بود که حرف چند وقت پیش خودش رو پس گرفت و گفت من در مورد ملت ایران و تیم ایران چنین مطلبی را نگفتم. محمد کاظم روحانی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، محل برگزاری کنفرانس خبری مربیان ایران و کره جنوبی، ورزشگاه اولسان. سلامت باشید، خیلی ممنون. شما هم خسته نباشید. من کره البته زیاد میام، ولی برای بازی‌ها الان دو روزه. به نظرتون جو مردم و تو خیابوناشون در مورد فوتبال چی میگه؟ البته خب مردم کره جنوبی گرفتاری‌هاشون اونقدر هست، مسائل دیگه دارن، ولی اینایی که سرشته فوتبال دارن و تو فوتبال هستن، تو تاکسی یا جاهای مکانهای عمومی از من میپرسیدن شما کجایی هستی، میگفتم ایران، فوری میگفتن فردا ایران و کره جنوبی. فکر میکنی مثلا شما میبرید؟ من میگفتم قطعا ما میبریم. بعد میگفتن دلیل؟ گفتم دلیل این که کره‌ای ها همیشه از ایران میترسیدن، ولو در اینجا اون ششتایی که بهتون زدیم و برد قبلی کره جنوبی بوده و براشون جالبه. اما در این حال فکر میکنم امیدی هم به این سرمربیشون ندارن، چون میگن کره جنوبی به سختی از تیم ازبکستان برنده شد، اونم گل خود اونا زدن، بنابراین تیم کره خیلی تیم قوی نیست. این نکته بسیار مهمی که توی کره جنوبی در رابطه با توسعه ورزش در مناطق مختلف هست این است که بازی‌های بسیار مهم و به اصطلاح مثلا بازی‌های جام جهانی، مناطقی که کمتر توسعه یافته رو تلاش می‌کنن بازی‌ها رو بندازن اونجا یا استادیوم‌های اونجا بسازن که اون منطقه تقریبا آهنگ رشد به خودش بگیره. یکی از دلایلش هم این میتونه باشه که الان من با دوست خبرنگار صحبت می‌کردم، کره
خب یکی از دلایلش دیگه هم این هستش که این منطقه هم نسبت به فوتبال حساسیت بیشتری براش ایجاد کرده. آخرین تمرین و آمادگی جسمانی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در محل برگزاری مسابقه اصلی که فردا قرار است در همین محل تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران برابر تیم ملی کره جنوبی قرار گیرد. محمد کاظم روحانی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ورزشگاه اولسون کره جنوبی. دکتر فرهانی چی دارین درست میکنین برای بچه‌ها؟ اون قبلی که دیدی زرد بود، اون محلول نوشیدنی ورزشی بود، ایزوستار. این یکی شیشه‌های آبشونه، شماره دارش میکنیم که بدونیم تا آخر تمرین هر کی چقدر آب مصرف کرد. برای اندازه‌گیری مصرف آبشونه که آمارش داشته بود. چه غذاهایی باشه؟ آره الان مثلا میگفت ساعت شاید بعضی یا پاستا حتما بکرم مثلا پیزا باشه با پنیر کم حتمی؟ قبل از بازی آره سه ساعت و نیم قبل بازی برای مخشون خوب نیست کرده نمیشه که ما حبس ولی این بار سلام دیگه مثل همه بازی ها با تجربه خوبی که به دست آوردیم لباس های یک دست، پرچم سایر اقلام تبلیغاتی که در اختیار میذاریم انشالله به موقع بین ایرانی ها توضیح میشه و با شعارهای منسجم بیشتر از هر چیزی شعارهای متحد ما هست که میتونه تو ورزشگاه تأثیر گذار باشه 90 دقیقه ما بتونیم تشویق بکنیم این خیلی موثر هست کالیفرنیا بهترین بازی رو در الان تیم ملی میکنه با امید خدا فردا میبره این استرس نیست این میشه گفت که در نوع خودش یه هیجانی است که برای نتیجه بازی امروز هست چون نتیجه بازی برای همه مهم است امیدواریم که بعد از برد تیم ملی در واقع یه مقداری از هیجان مثبت برای مردم بیشتر شه و بالاخره طبیعیه دیگه طبیعیه که ما واسه بروز ندیم نشون ندیم به تیم منتقل نشه ولی واقعیتش یه مقداری میشه گفتش که تحت تاثیر این بازی سخت هست هم کادر فنی هم کادر سرپرستی ولی ما خودمون رو داریم مدیریت میکنیم که به تیم ملی منتقل نشه. آقای رضایی من فکر کنم بچه‌هام سوژه‌های جالبی باشن. دو تا از طرفدارای تیم ملی فوتبال ایرانن از ژاپن، از سالیان دور. حتی عکسای بسیار قدیمی از بازیکن‌های ایرانی دارن زمانی که خودشون هم خردسال بودن. جدا؟ همینجوری همین آقای چه همین دو نفر سوژه‌های خوبی هستن. This is original? Oh, original. This is original. In Malaysia, 2008. It's a very old one. In Malaysia, yeah? Yes. Where did you come from? Enayati. Mehdi, what are you doing? This one, right? It's you? This is. This gentleman. Just printing. Yeah. This is the new one. Yeah, new one. But this is 2007. این عکسایی که الان گرفتنه دیگه. نه این هم قدیمیه. آه. نه مال موقع بولتون بوده. آره. بالاخره این تب فوتبال و عشق فوتبال و ملیت هم نمیشناسه دیگه. ایشون از ژاپن اومده خلاصه علاقمنده به
تیم ملی. چند متر این پرچم؟ 45 متر هست. این البته برای هر تیمی که از ایران میاد، والیبال، بسکت، فوتبال، کشتی، همه جا میره. برای ایران. با عزت اونجا مقیم هستی؟ نه، من از ژاپن. از ژاپن. از طرف بچهای ژاپن. باریکلا. یه حدود 7 8 نفر هستیم. با زمانهای مختلف میرسیم برای کار، برای بازی. همه دوست داشتن دلشون اینجاست که برای این بازی بیان. یه گفتن تا از طرف ما، ما هم وقتی میبینیم جمعیت کمه، هرچند ما شیپور رو هم این رو باید توی شیپوره؟ آماده کردیم؟ نه این شیپور واقعیه؟ نه خلزی هست؟ ژاپنی هم هستش. اه؟ مرده مگه شاپ ژاپنی تو ژاپن آره گشتی میرنم پیدا کرد پیچیده است و این هر جایی پیدا میشه بچه های ما گاهی اوقات از خارج خریدن اون شیپور مخصوصشون. چهل پنجاه متری باری کلا اینو ژاپن تهیه کردن یا ایران؟ اینو سفارش دادن از ایران برای اون درست کردن با فرستادن. فکر میکنم دو هیچ میزنید. میبرید پس شما دیگه اصلا قاعده به اون بازی نیستی؟ نه اصلا با سبک بازی کلا فرق کردش نسبت به بازی قبل از این داره. این سه تا بازی مهم آخرش مخصوصا این بازی آخر که با لبنان بود که اون بازی دیدم واقعا از تیم ایران همچین بازی نیده بودن. ایشالله با دست پر برگردن. الان ما اومدیم اینجا ایشالله برای برزیل با خانم بچه ها با دوتا بچه ها دلشون اینجاست ندونستم بیرن ایشالله که با دست پر بچه ها برزیل وضعیت خوبه خدا رو شکر امروز می‌کنم یه حماسه ملبورن دیگه تو راه چه حسی داریم؟ حسم خیلی نسبت دو تا مسابقه قبلی خیلی بهتره این آقایی هم استرس هم کمتره هم بهتره چون بچه ها خوب بازی کردن این دفعه مصممم که همه تلاش خودشون رو بکنن امیدوارم که انشالله این تلاش رو نتیجه بده تو دلتون چیه؟ فکر کنم چی میشه؟ من خیلی امیدوارم هستم که انشالله ببریم دیگه همیشه بازی با کل بازی خوبی داشتیم مگر اینکه اتفاقات نادری که در فوتبال هستش بیفته چهار سال پیش یه بار افتاد متاسفانه سه جا ما میتونستیم بریم اون سه جا نشد حالا انشالله این دفعه دیگه نشه محل برگزاری مسابقات بارندگی نداریم و همه چیز رو به راست روحیه بچه های تیم ملی بسیار عالی و خوب هست چند نفرین از ژاپن؟ از ژاپن ما 3 نفریم ولی بازم بچه‌ها اومدن. بچه‌ی ژاپنی بازم. از ژاپن بازم اومدن. آقا بردیم دیگه ان شاءالله. مطمئنی؟ ان شاءالله. آقا بردیم. بچه‌ها بردیه دارن. اینا بد بازیکن، خوب بازیکن محبوب آقا. آقا محبوب. میلیون نفر رو دوشن بگه این بازیکن ها حالا هر چقدر هم که انتقاد کل فوتبال وجود داره خیلی انتقاد کرد کل ما شاید موقعی که المپیک بود اومدی گفتیم آقا چرا به این بازیکن ها میلیاردی پول میدی چرا به المپیک ها نمیرسیم ولی واقعیت هم اینه که
که الان ما می‌بینیم که اینا فشار خیلی زیادی رو تحمل می‌کنن. ما که اینجا نشستیم دور از زمین این حس خیلی عجیبی داریم. از لحظاتی دیگه بازی حساس تیم‌های کره جنوبی و ایران در دور انتخابی رقابت‌های جام جهانی در ورزشگاه مونسوی اولسان برگزار میشه. امیدواریم که امروز 28 خرداد ماه سال 92 یک روز تاریخی در فوتبال کشورمون باشه و بتونیم برای چهارمین بار حضور در جام جهانی رو قطعی بکنیم. کیم یونگ کیم ارسال بلند به کناره زمین، پژمان منتظری توپ رو برگشت میده. یک زده حمله برای تیم ایران شک میگیره. یه اشتباه، حرکتی از قوچان نژاد، فرصت برای قوچان نژاد توی دروازه گل برای ایران. قوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1. باور کردنی نیست این نتیجه. در حالی که بازی بیشتر در اختیار کره جنوبی بود، ایران روی یک ضد حمله و فرصت طلبی رضا قوچان نژاد به گل میرسه. نگاه کنیم سماجت قوچان نژاد رو، حرکت سریع این بازیکن به پشت مدافع کره و ضربه تمام کننده پای چپ که یک بار دیگه ارزش های خودش رو برای فوتبال ملی ما نشون میده. ببینی الان نیا کنیم، امروز که روز خوبی بود، اول خودمون رو رسوندیم به جام جهانی، این الان از همه مهمتره. مرسی. بچه‌ها باید هنوز زحمت بکشن، خودم، همه بچه‌ها، چون نباید دیگه الان چون به هدفمون رسیدیم دیگه شل بگیریم یا ولش کنیم. که مردم ما این چیزو داشتن، در واقع شانسی داشتن که دمچین بردی و رفتن تیم جام جهانی آرزوشون بود. واقعا یکی از چیزایی که من 5-6 سال تو فوتبال دارم فعالیت میکنم، هر کی ما ببینیم گفت جام جهانی چی شد. یعنی واقعا این مسئله باعث شد که اصلا تحت شعاع قرار بگیره همه مسائل ما و کارهامون، و همیشه یه فکری که خدا نکرده نریم جام جهانی رو آزار میداد. من فکر میکنم که از این فضا و از این رفتن تیم باید به نوع شایسته و خوب استفاده کنیم برای پیشبرد و ترقی فوتبال کشورمون و توسعه فوتبال کشورمون. آقا سلام. آقا آلمانه.
من بلازوویچ یه حرفی رو میزد موقعی که مربی تیم ملی بود، میگفت یکی از شغلایی که پولش خیلی حلاله فوتباله، به خاطر اینکه خانواده، دوست، آشنا همه دوست دارم ببیننت، با هم باشید، بالاخره هفته یه روزم که شده خوش بگذرونیم، ما هفته یه بارم توی مسابقاتیم و درسته شاید درآمدمون خوب باشه ولی واقعا سخته، به خاطر همین اگه سختی نداشتش مطمئن باشه به کریستیانو رونالدو یا به مسی یا به گواردیولا یا به مورینیو اینقدر پول نمیدادن. هر کسی به اندازه تواناییش پول میگیره. آره از این جا به جایی ها تو حرف زدن و فینه قشن مشخص. سلام صحبت نمی کنم داداش، هیچی واسه گفتن ندارم. فکر میکنم بزرگترین واقعه دنیاست جام جهانی توی هر ورزشی و خدا رو شکر میکنم که تونستم همراه تیم ملی باشم. 2010 نتونستیم بریم متاسفانه، یکم بدشانس بودیم، جاشو پر کردیم 2014 اونجا. این فهم میکنیم من ملت و رسانه و مطبوعات لیاقت اینو دارن که توی برزیل حضور داشته باشن. فقط من خوشحالم که مردم ایران، همه مردم ایران، مخصوصا خانواده هامون که خیلی استرس داشتن، خیلی ناراحت، البته همه مردم بودن ولی خب خانواده هامون جز مردم حساب میشن، ولی اونا فهم میکنم بیشتر از همه لمس میکردن، چون همیشه با ناراحتی ما ناراحتن و همیشه با خوشحالی ما خوشحالتر از بقیه میشن. فهم میکنم که تنها حالا اون پوانه که همیشه تو ذهنمون، مسئله که تو ذهنمون رو که مد نظر داریم که مردم الان برای مدت حداقل کوتاهی میتونن خیلی خوشحال باشن از این قضیه، چون بعد از 8 سال داریم. It's a good feeling. This واقعا احساس خیلی خوبیه. امروز ما احساسی داریم که این هدیه رو میخوام با میلیون ها هوادار ایرانی و هواداران زیاد ایرانی که واقعا تعدادشون هم میلیونی هستش با همه اونا تقسیم بکنیم و یک احساس فوق العاده خوب و دوست داشتنی هستش که این حس رو داریم با هم دیگه تقسیم بکنیم.